مقامات یک سازمانی که بعد از ملل متحد بزرگترین تشکیل را در جهان دارد، بر تداوم کمک و همکاری با افغانستان تاکید کرده است. سکرتر جنرال سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان از ایجاد حکومت وحدت ملی استقبال کرده و تاکید نمود که این سازمان علاقمند افزایش همکاری و روابط با این کشور است. ایاد امین مدنی این موضوع را روز چهارشنبه در ملاقات با عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان مطرح کرد. افغانستان اکنون حکومت وحدت ملی دارد. به همین لحاظ ما می توانیم یک جا با تمامی خواستها و امیدها به پیش برویم. نه تنها برای افغانها بلکه به حیث عضو سازمان ما همه با آرزوی صداقت، همکاری و روابط خوب هستیم. در این حال آقای امین سکرتر جنرال سازمان همکاری های اسلامی ایجاد حکومت وحدت ملی را برای جمهور و رئیس اجرایی تبریکی داد. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی این بار اول است که یک مقام برجسته این سازمان در سفرش به افغانستان روی تداوم همکاری تاکید می کند. از سوی دیگر رئیس اجرایی حکومت سفر مقامات سازمان همکاری های اسلامی را به کشور مهم خوانده و این را برای افزایش همکاری ها با افغانستان مؤثر می داند. دکتر عبدالله گفت این یک فرصت خوب است که باید در مورد افزایش همکاری ها و نزدیکی روابط میان حکومت افغانستان و سازمان همکاری های اسلامی صحبت شود. سفرشان بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی فرصت خوب است در اینکه مسائل مربوط به سازمان همکاری های اسلامی و افغان جمهوری اسلامی افغانستان بحث کنیم و روی مسائلی که سازمان با سر کار دارند و آقای عبدالله افزود که سکرتر جنرال سازمان همکاری های اسلامی قبل از این هم در راستای همکاری ها و نزدیکی روابط با افغانستان کمک نموده است. سازمان همکاری های اسلامی در چهار قاره 57 عضو دائمی دارد که هدف آن فراهم آوری سهولت و ایجاد همکاری ها در بخش های سیاسی، اقتصادی و سایر موارد به کشورهای اسلامی می باشد. افغانستان در تشکیل این سازمان در حصه همکاری های اقتصادی عضویت فعال دارد. کارشناسان افغان پشتیبانی این سازمان از افغانستان را بسیار مهم می خوانند. آنان می گویند هرچند در گذشته ها این سازمان با افغانستان همکاری زیادی نکرده، اما به حکومت افغانستان لازم است تا با طرح های مؤثر همکاری و کمک های این سازمان را جلب کند.